اسطوره مردمی، برنده سابق جایزه بیشترین گل ملی در جهان، علی دایی. بیوگرافی: علی دایی در 14 روز از بهمن ماه 1348 در محله اردبیل به دنیا آمد. او فرزند سوم خانواده می باشد که 4 برادر دیگر به نام عبدالله، محمد، حسن و حسین نیز دارد. تنها خواهر علی دایی در 15 روز زندگیش به دلیل بیماری درگذشت. علی دایی از کودکی به نام شهریار شهرت داشته، در حال حاضر نیز شهریار فوتبال ایران لقب دارد. او که فوتبال خود را در سن تقریبا 19 سالگی از استقلال اردبیل آغاز کرده، پس از قبولی در دانشگاه به تهران آمد و در دانشگاه صنعتی شریف مشغول به تدریس شد. همزمان به تیم تاکسیرانی تهران پیوست و پس از 4 با تیم بانک تجارت در مسابقات لیگ تهران به میدان رفت. استعداد او در فوتبال کشف شد و به تیم ملی دعوت شد. علی دایی در نهایت سال 1387 در 39 سالگی برای همیشه بازی فوتبال را در سطح حرفه‌ای کنار گذاشت و به هنرمندی فوتبال روی آورد. از رکوردهای علی دایی میشه به بیشترین گل زده ملی در تاریخ فوتبال، برترین گلزن تاریخ مسابقات مقدمانی جام جهانی، برترین گلزن تاریخ جام ملت‌های آسیا، دوبار برترین گلزن ملی سال جهان، اولین بازیکن آسیایی حاضر در فینال لیگ قهرمانان اروپا، اولین ایرانی قهرمان بوندسلیگا، اولین و تنها ایرانی صاحب پست رسمی در فیفا، بیشترین بازی ملی در تیم ملی ایران و اولین بازیکن مربی قهرمان. و شاید خیلیاتون ندونی، اما زمانی که علی دایی فوتبال بازی می‌کرد، یعنی توی دوران حرفه‌ای فوتبالیش، به هیچ عنوان کارت قرمز نداشته. کمک‌های مردمی علی دایی: کمک به مدارس محروم، دیدار با معلولین، کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، کمک به مؤسسه محک، ساختن مدارس و آزاد کردن زندانیان غیر عمد، میشه بهش اشاره کرد. و همچنین گرفتن نشان صلح یونیسف برای علی دایی. این کمک‌هایی بود که علی دایی انجام داده به مردم، اما تنها چیزی بوده که عیان شد. قطعاً پشت داستان خیلی کمک‌های دیگه انجام شده که ما ندیدیم. سلام و درود خدا بر شما باد. در این ویدیو اومدیم فیز دوران حرفه‌ای علی دایی رو ساختیم و آوردیم توی پی اس پلی و می‌خوایم باهاش می‌کنم نجن بریم. یعنی داستان اینطوریه که ما از جایی که علی دایی فوتبالش رو شروع کرد، یعنی از سن 19 سالگی تقریبا، قراره که توی اولین باشگاهی که بازی کرده بود بیاریمش و ببریمش بالا، ببینیم که می‌تونیم از علی دایی بهتر پیشرفت بکنیم توی دو سه فاز یا نه. ببین، اما یه مشکلی هستش. علی دایی از تیم استقلال اردبیل شروع کرد، بعدش اومدش توی تاکسیرانی، بعدش اومد توی تیم بانک تجارت، بعدش اومد تو پرسپولیس، بعد رفت الصد و حالا جاهای دیگه. اما تیم بانک تجارت ما نداریم، تاکسیرانی نداریم، استقلال اردبیل هم اینجا نداریم اصلا، پس آوردیمش تو پرسپولیس. من شاید واسهتون عجیب باشه، نمیدونم خیلیاتون میدونید یا نه، ولی علی دایی اون موقعی که بازی میکرده قدش 192 بوده. اولین بازی داریم ما استقلال، اول فصل ساعت 8 شب در ورزشگاه آزادی مسابقه داریم استقلال، و همچنین علی دایی میتونید تو پوستر مشاهده بکنید چه فیز زیبایی داره. این هم بهتون نگفتم که علی دایی من آوردم توی پی اس 21، اوورالش کردم 85 الان شده 86، اما در اصل اوورالش 91 که من رفتم تو اینترنت زده بودم، توی فیفا اوورالش آورده بود 91 بود، ولی ما کمتر آوردیم که بتونیم یکی مقداری سخت‌تر کنیم بازیم رو. علی سوپر استار خیلی خوب. ببینیم که توی اولین بازی رسمی علی دایی آیا در ترکیب هست آقا یحیی گذاشتش تو ترکیب یا نداشته. بله، آقا یحیی گل محمدی بازی کنه سابق تیم ملی، علی دایی گذاشته تو. بله، ساعت 8 بازی استقلال پرسپولیس ورزشگاه آزادی، نصف استقلالی نصف پرسپولیسی. شما گفتم نه، اینا همه پرسپولیسی هستن که. بله، همه پرسپولیسی. سه شماره 10 علی دایی، ماشاءالله، همه پرسپولیسیان. ما شاد علی دایی داریم، این از همه قدش بلند داره. بله، علی دایی داریم مشاهده میکنیم، چه فیض زیبایی داریم. نه، کلش نشون بده. بله، علی دایی بازی رو شروع میکنه، این بازیکن اسطوره مردمی ایران بازی رو شروع میکنه و برمیگره به چندین سال قبلتر. اگر زمان، یعنی برمیگشت تو علی دایی برمیگشت به این قسمت از زمان فوتبالی و دوران باشگاهیش، به نظرتون توی دو سه فصل میتونست چیکار بکنه؟ میخوایم همون کار انجام بدیم، ببینیم که علی دایی در چه حدی میتونه پیشرفت بکنه. آقای توی بایر مونیخ میتونه بره، هرتا برلین میتونه بره، و حالا علی دایی توپ رو میگیره و کاتدار در میاره. داشم بگیر توپ. خب شوتو زد، گل خوردیم که به وسط آما شد. میزنه علی دایی و گل نمیشه. علی دایی توپ رو نگه میداره، علی دایی خودش شوتو میزنه. علی دایی باتی یک بر هیچ، به ضرر پرسپولیسه. صبر داشته باشید، هنوز بازی ادامه دارد. خب این که رفت، الان دروازه باز میشه که. دوربین رو عوض کن، تو رو خدا دوربین رو. هر بار من میزنم روی این دوربین پشیمون میشم. بذار صبر کن، الان بهتون نشون میدیم. آقای عیا همونجور جلو بکش، حساب کش دقیق. وای علی دایی تعویض کرد، هنوزم کی آوردی تو؟ عبدی آوردی به جای دایی؟ علی چه خبره؟ چه دادی بیداد دیگونم گزارش کرد؟ از اینجا شوت کردی، همه داد و بیداد کردی؟ بله، دو بر هیچ،
چی هم به همون گل زد، یه ایرانی گل نزد لاقل دلمون نسوزه. آقای رامینز نیان این جمله رو گفته در رابطه با تیم چگونگی این اتفاق شرم‌آور، اما ای بابا، اما اکنون آنچه مهمه اینه که ما رو همون رو ادامه بدیم. آفرین آفرین، همین رو میخوام ازت بشنوم. بله علی دایی همیشه رو پوسترها هست، در ترکیب آقای علی دایی هست یا نیست؟ بله علی دایی هست. نه پس عبدی و فیکس بذاره وقتی علی دایی هست. بله پرسپولیس لباس دوم رو میده، چه فیس زیبایی داره آقای علی دایی. لباس قرمز رو برمی‌داریم. به به فیس زیبایی علی دایی رو مشاهده می‌کنید. بله آقای علی دایی در ترکیب تیم پرسپولیس حضور داره و میره که اصفهان رو ببره. اگر ما بتونیم اصفهان رو ببریم تقریبا یکی از عنوان‌های قهرمانی رو سرکوب کردیم. خود علی دایی میاد که توپ گیری بکنه، از سمت راست توپ بازیکن‌های جوان و نونهال رو میزنه. یعنی نونهال این شما قشنگ. بله خود علی دایی پا به توپ جلو داره میاد، وسط رو باز کردم واسش علی دایی. چرا بد زدی؟ علی دایی باید یک استراتژی دیگری بچیند. وقتی به یک فوروارد توپ نمیرسد باید بیاد عقب توپ گیری بکنه. بس علی دایی هم همین کارو میکنه. توپ علی دایی میرسه، علی دایی تک ضربه، تک نفره میخواد بره جلو، کسی نمیتونه بگیرتش. رو سوپر استار عادت بازی توجه بکنید به این قضیه. توی دروازه از وای پی اس 21 استفاده میکنه. وای پی اس 21 گلزنی به تیر یک، یعنی تمام. علی دایی توپو گرفت، نگه میداره توپو و حالا راه میداره بازیکن هم تیمیشو باید بزنه، بزن گل تمام میکنه. تاثیر مستقیمه. یک اسطوره رو در تیم داریم مشاهده میکنید و بله انقدر میدونه که باید بازیکنها رو تقویت بکنه. از لحاظ روحی که میاد بهشون چی روحیه میده، میگه آفرین گل زدی. هاف تایم تموم میشود، میریم واسه هاف تایم دوم. تکزه برده کار میکنه، میدونه که باید چگونه پاس رو رو به جلو برسونه و تیم رو رو به جلو هدایت بکنه. پاس به ایدایی چقدر زیبا پاس داد، حالا تیر دو. نفسه این ایدایی 19 سال است، بهش اشاره بکنم حتما. در عمق حرکت بکنم بازیکنهای این تیم. به علی دایی میرسه یا نه؟ چقدر زیبا حرکت کرد، حالی کردی، چه بدنی گذاشت. بعد از یکی بازی در ترکیب جا افتاد قشنگ. ماشاءالله واقعا اسطوره دوست داشتنی و مردمی ایران. مقدار که بمیرم ای دنیا، بیاره بیادم بگیرش. الهو پدر سوخته، کسافت مصدوم شد علی دایی. برون پدرت صلوات جانی، کسافت مصدوم شد بازی کنه اسطوره. آروم با آمودر بازی کن. بده به قد رفت، آفرین، بده تک ضرب تو تیر دو. تمام هتریک میکنه تو سفق با این بازی. حالا چهار تایی میشه سپاهان اصفهان. گرچه سپاهان تیم بسیار خوبی، اما علی دایی وقتی داره بازی میکنه جلوش کاری نمیتونه بکنه. تو بابا داره بد میزنه علی دایی، خدا وکیلی انگار ارث باباشو متعلق بده کاریم بهش. نگاه کن تو رو خود، علی دایی انداخت دیگه، بلند نمیشه علی دایی که. حالا اینم تا یه حدی قوای بدنی زیاد خود بلند نشد، الان مصدوم رو خدا کنه اجباری نشده باشه. شد الان مصدوم اجباری شد علی دایی. به به بفرما، ارجا خوب کار کنی مصدومت میکنن، اما خب یک جور دیگر مصدومت میکنن که دیگه گفتنی نیست. ای خدا الان مسی سه تا گل میزد و فیفا میگفت نمره 12 نمره 20. بفرمایید حالا علی دایی سه تا گل زده 8. خب آقا مثلا اینکه پرسپولیس توی گروه خودش توی لیگ قهرمانان آسیا به عنوان صدر گروه صعود کرد، اصلا به عنوان دوم صعود کرد. به النصر خوردیم ساعت 9 شب در ورزشگاه کنانی استادیوم، در تقریبا در ورزشگاه اونا، و ببینیم که ما میتوانیم این بازی رو ببریم یا نه. رد میکنم بازی بعد و برگشت خودمون بازی میکنیم. سه برگشت پرسپولیس میبره، اینم رد کنم بذاریم چیکار میکنن. بعد پرسپولیس میبره النصر رو و میره واسه مرحله بعدی. به علی دایی هم میادم برای تمرین بدیم، تمرینش رو دفاعش کاملا بردار، به استقامت و شوتش اضافه کن، از پاسش هم میگه دریبلش هم بگیر، یک مقدار به فیزیکش اضافه کن و یک مقدار دیگه هم به استقامتش، یه دونه به شوتش. خیلی خوب آقا رسیدیم به نیم فصل، ما داریم دوباره با استقلال تهران. استقلال سر جدول به پرسپولیس ششم جدول رو پاسه داریم مشاهده میکنید. یحیی گل محمدی این چند جمله که چند کلمه در مورد بازی با استقلال گفت، ما حق باخت داریم، مسابقه رو تیم استقلال برای جنگیدن داریم، مطمئنا همین معلوم نیست اصلا چه چیزی از این مسابقه آیدمون میشه. اگر چه ما عقب نمیشینیم، ما نشان خواهیم داد که چقدر قدرت داریم. علی دایی فیکس در ترکیب است. بازی در استادیوم آزادی در روز، ببینیم که بله کل استادیوم استقلالی هستن به خاطر اینکه استقلال میزبان است. اون زمانی که ما تو استادیوم آزادی بودیم و تمام تماشاگرها ما بودن، شما ما رو بردین. الان نوبت ماست، الان نوبت شماست که کار رو پس بدین و قطعا پس خواهید داد. بازی شروع میشه در ورزشگاه استادیوم آزادی تهران. علی دایی حضور پیدا داره در ترکیب. نمیتونم صحبت کنم اصلا، لالم. احمد دایی یک پاس تو عمق باید بزنن گلو. آسه آلی علی دایی، خود علی دایی باید پاس بدم بهش. حالا دایی من علی دایی با این قد بیاد سانت بکشه
میکشم حالا اشکال نداره دیگه، چی بگم آخه یحیی. حالا بزن ماشاءالله زهر خودشوری. نیمه اول یک بار هیچ به نفع پرسپولیس. علی دایی تو رو اونجا نگه داشته، پاس رو میده، خدایا زد، خطا رو گرفت. علی از اینجا که گلزنی بسیار سخت، انتظاری نداشته باشه آقای یحیی گل محمدی از من که من گلش کنم واسط، ولی تلاشم رو میکنم. ترشتگن اینطوری نمیتونست در بیاره به خدا. آفرین آفرین علی دایی، ماش ماشاءالله قوت، ماشاءالله عضلات، خدا حرکت کن. پاسشو میده، دوباره زدن علی دایی. اوکی بابا ما مصدوم میشه الان، ما با الان مصدوم میشیم، یه فصل نمیتونیم بازی کنیم. چقدر حسودین شما، یارو انداخته رو زمین میگه چی شده چی شده، اصلا هیچی نشد، همینجوری افتاد زمین واسه خودش. از شما بعیده کاپیتان تیم، از شما بعیده، خطا هم نبود اصلا. مصدوم اجباری بنده خدا، دو تا بازی مصدوم اجباری شد و حالا ورده پرسپولیس تلس شکست، ولی دیگه کار خوش کرد. پیام چی گفته؟ گفته کادر بدشی در مورد بهبودی شما حکمش رو صادر کردی یا علی. اونا هنوز جوابشون مثبت نیست، شما امروز بازی نخواهید کرد، متاسفانه بهتر شما تمام تمرکزتون رو برای بازگشت به آمادگی 100% دارین. چشم، جدول داره میگه که فولاد 46 امتیازی، پرسپولیس 41 امتیازی، الان ما میتونیم درخواست ترانسفر بدیم بریم تیم دیگه ها، اما علی این کارو نمیکنه به خاطر اینکه احتمال قهرمانی پرسپولیس هست، پس در این تیم میمونه تا آخر فصل. ولی پرسپولیس میره فینال جام حذفی. آقا بازی داریم ما، فولاد همجوری تو جدول داریم میبینیم، فولاد 70 امتیاز داره، پرسپولیس 61 امتیاز داره، و اگر که ما این بازی رو به بازی یعنی قطعاً قهرمان نخواهیم شد، پس باید این بازی رو بازی بکنیم. آیا علی در ترکیب است؟ بله علی در ترکیب فیکسه. اوه بله، آیون فولادی رو داریم مشاهده میکنیم که لباس اولشون چیه؟ بازیشون میشه در اشکان استادیوم آزادی با میزبانی پرسپولیس تهران با حضور علی دایی. بار دیگر علی دایی به عنوان بازیکن فیکس پس از مصدومیتی که داشت و در بازی استقلال دوچار مصدومیت شده بود برگشت تا بار دیگر دروازه حریفان رو فرو بریزد رو سرشون. اگه خدایی علی دایی قهرمان آسیا بشه با پرسپولیس، این ویدیو رو تموم میکنم، چون واقعا تا الان ما هیچ بازیکنی نتونستیم قهرمان آسیا بشیم. واسه علی دایی، علی دایی در عمق حرکت کرده، توپ گیری میکنه اونجا، توپ رو نگه میداره، یه پا میخواد عوض بکنه، یه پا عوض میخواد بکنه، حالا میاد آرنو رو میزنه و نمیشه. واسه وسط علی دایی میدونه کجا برسونه توپا رو، حالا ببینیم که میرسن بازیکن پرسپولیس یا نه. نمیرسش، تمیز نشد علی دایی. همچنان امید داره آقای یحیی گل محمدی به علی دایی. وای 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 وای، ای بابا چپ و راست میگیشه، مورد بازی میده کثافت. اچ علی، اچ تعویض شد علی، مطمئن باش نشدم بازی کن، تموم شد علی دایی، بهترین بازیکن شد. میرسیم به فینال جام حسی با علی دایی. فینال جام حسی بازیم تو ورزشگاه احتمالاً اسپانیا دارم میگم، با سپاهان بازیم ساعت 6 بعد از ظهر. استقلال پرسپولیس و سپاهان ساعت 6 بعد از ظهر تو ورزشگاه اونا. علی دایی چی گفته؟ علی دایی گفته این عنوان واسه ماست. بازیکن پرسپولیس یعنی علی دایی در مورد فینال پیش رو مقابل سپاهان گفته ما قصد داریم این عنوان رو از آن خود کنیم، برای همین اینجا قصد خلاصمو توی رختکن یه سپاهان حالو نیست، اما ما هم نیستیم. پس برید بهشون شکر بدید، تونید قهرمانی رو به قهرمان کسب کنید. بله آقای یحیی گل محمدی این صحبت رو کردن یا نمیدونم کاپیتان کرد این صحبت رو، نمیدونم. بله بله، بازی شروع میشه و جام حذفی لیگ برتر ایران حضور علی دایی، و قطعاً ببین من قول میدم این بازی رو میبریم. پاس علی دایی بسیار زیبا است و میرم واسه گل اول، نتونستم بزنم. آهای وای اچ، صفر دقیقه وقت تلف شده. بابا این مقالو چرا تمیز نمیشه؟ من موندم. بعد زدنش که صافت تعویض بکنی علی دایی، باختی آقای یحیی. تعویض کرد، تعویض کرد علی دایی، تمام و باخت آقای یحیی و هست و از جام حذفی و نایب قهرمانی و قهرمان نشد آقای یحیی. تمام کارش از دست دادن جام توسط آقای یحیی، از دست دادن قهرمانی لیگ. حالا میرسیم به آسیا. خیلی خوب، ما رسیدیم واسه اولین بار توسط بازیکنانی که ساخته بودیم، اولین بار توسط علی دایی رسیدیم به فینال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه استادیوم آزادی. برای اولین بار می‌خوایم بازی کنیم، ببینیم که علی دایی بالاخره میتونه یک مقام بگیره یا نه. تیم توکیو هم خورده بهمون، به به، اما جلوی علی دایی هیچ کاری نمی‌تونیم بکنیم. اگر ما این بازی رو ببریم قهرمان آسیا بشیم، شاید به احتمال خیلی زیاد دیگه ادامه ندیم، چون واسه اولین باره که داریم تو اولین فصل میای تازه فینال و قهرمان بشیم، دیگه تمام. به به، نه جامو نگاه
تا حالا نیومده بودیم فینال. بریم ببینیم که پس از سالهای طولانی پرسپولیس میتونه واسه اولین بار قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا رو کسب بکنه یا نه. بده من همینجا. من به نظرم باید بریم اون جلو وایسیم بگیم که ادبا سانت کنم با سر بزنم همون بکشتیره چه خودمون. پس ولی دایی بهبه چه پاسی میدازم به علیه دایی میاد اونجا با نگر میداره اونجا میاد واسه داخل زدن که توپشون میزنن. اما خود علی دایی دوباره توپ رو صاحب میشه روی تیر دو یک سانترالی و توی نمیست. تجربه علی دایی ثابت میکنه که خودشون به خودشون گل میزنن. اینجا حضور داره علی دایی ترابی اونجا هست. علی دایی خودش پاسشون میده حرکت میکنه دایی پاس رو به وسط‌تر دایی دروز میکنه در آنگل دفاع و زمینی پاس رو میده و گل نمیشه. آفرین علی دایی بودو تیر دو این اول تمام یک برای پرسپولیس. بعد پاس دوباره علی دایی از همون گوشه خواهد نفوذ بکنه تو خط دفاعی حریف. سانتروزی ورسل ترابی گول نشد باز. خدا بگم چیکار نکنه علی دایی خودش توپو میگیره و پاس رو میده به داره خودش رو فدا میکنه واسه پرسپولیس. آقای ترابی بودن دروازه خالی و زد تو اوت. بعد کافیه که یک روب الا 20 دقیقه تحمل داشته باشیم تا ببریمشون و برای اولین بار پرسپولیس طعم قهرمانی لیگ آسیا چیزو بچشه دیگه. نمیدونم ان شاءالله که علی دایی بیرون نره و بتونه که این قهرمانی رو جشن بگیره. دانوسر علی دایی نتونست بزنه. چند ثانیه مونده و تعامل میکنم بازیکنان ما و تمام. قهرمان برای اولین بار قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا. علی دایی خسته لباسش رو درآورده و میخواد تقدیم به هوادارهای خودش کنه. یه کار کرد در این بازی علی دایی از جون و دل ما یه گل داشت. بله فقط کاپ الان چی شد من نفهمیدم. کاپو مثلا که دادم به ماجاش خالیه و علی دایی بهترین بازیکن زمین شد با اینکه گل نزد. این مهم است. برگشت فینال آسیا برگشت دیگه چیه؟ مثلا رد کن بابا بردیمتون دیگه داداش جامو گرفتیم. فینال آسیا مگه برگشت داره؟ یه بازی کلا. بله علی دایی جزو بهترین بازیکن سال دیگه برتر شد. علی دایی بهترین گلزن آسیا نشد متأسفانه با دو گل و اما توی لیگ بهترین گلزن فصل شد. 48 تا پاس پرسپولیس بازی کرد، 30 تا گل زد، 2 تا پاس گل هم داد. یعنی بهترین کاری که میتونست بکنه رو انجام داد توی یک فصل. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. چون گفتم لیگ آسیا رو بردیم دیگه ادامهش ندادم. قطعا میتونستیم بهترم جلوتر پیش بریم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لطفا سابسکرایب کنید که خلاص نشه. من به دانشگاه صنعتی شریف در تهران مشغول چی دارم میگم؟ برو بگیرش دیگه. نگاه بکن یارو. هیچ کسی بلد نیستش، یعنی 1% مردم دنیا میتونه این کارو بکنه. یعنی یه همین مبرو بده یه همین مبرو بلدی اینجوری کنی؟ بلد نیستی. من فقط بلدم.